با درود و آرزوی سلامتی و شادکامی برای شما، یک بار دیگه همراه من هستید در برنامه پشت صحنه خبر. امروز قرار هست با پیام یونسی پور صحبت کنم در خصوص گزارشی با عنوان اینکه میثم پورجلالی گفته داورزنی توییتر رفت قور به سلطانی فرداد معاون وزیر شد. خیلی سریع بریم با پیام در خصوص جزئیات این گزارش که حاشیه های زیادی هم داره بیشتر صحبت کنیم تا اون بیشتر به ما بگه در مورد این گزارش، و امیدوارم که این گفتگو رو تا انتها ببینید، پس همراه من باشید در این گفتگو. خیلی خوش اومدی پیام به این گفتگو، مرسی. در رابطه با این گزارشت بیشتر برای ما صحبت کن، اینکه با میثم پورجلالی صحبت کردی، تازه از ایران خارج شده. در مورد شرایط مصاحبه بیشتر بگو، اینکه خود این آدم تمایل داشته چیزایی که توی مصاحبه گفته شده، موضوعاتی که بهش اشاره شده، آیا مسائلی بوده که خودش خواسته بیان کنه، یا اینکه بیشتر تو سوال میکردی بر اساس گزارش های قبلی که در رابطه با فدراسیون والیبال بوده ازش سوال میکردی و اون جواب میداده، چطوری بوده؟ قبل از هر چیز سلام به خودت و همینطور بینندگان محترم. میثم پورجلالی به هر حال توی والیبال و فدراسیون والیبال ایران، اگه بخوام برای ورزشی ها مثال بزنم، کسایی که فوتبال رو دنبال میکنن، یه آدمی مثلا عزیز الله محمدی یا مثلا همین مهدی محمد نبی بوده، سالهای سال توی فدراسیون والیبال حضور داشته، به خاطر همین شخص پر اطلاعاتی به نظر میرسیدش. خودش تمایل داشت که با ما صحبت بکنه، پیامم داد، ولی در حقیقت محوریت مصاحبه رو من خودم شخصا انتخاب کردم. سوالات رو مثلا در مورد تویوتا رفور که صحبت شد و خب خیلی هم حالا واکنش برانگیز بود، این موضوعی بودش که من 5 یا 6 سال پیش اینو شنیده بودم، در زمانی که خود آقای سلطانی فرداش به عنوان وزیر ورزش و جوانان معرفی میشد، و اون زمان والیبالی ها در موردش صحبت میکنن، خبرنگار صحبت میکنن، اما موضوعی نبود که واقعا رسانه ها بتونن در داخل کشور بنویسن. کسی هم حاضر نبود با ما صحبت بکنه که در رسانه خارج از کشور نوشته بشه. وقتی که این موضوع رو با ایشون در میون گذاشتم، خب به هر حال اطلاعات بیشتری هم داشتن و تایید کردن. سایر سوالاتی هم که پرسیده شد در حقیقت در همون زمان مصاحبه گفته شد که من میخوام این سوالات رو بپرسم، و سوالات پیش روی ایشون قرار گرفت، و از قبل نه ایشون خودش از سوالات هم حتی خبر نداشت. واکنش مردم نسبت به این گزارش چی بود؟ چه چیزایی تو شبکه‌های اجتماعی دیدی که مردم نسبت بهش واکنش نشون دادن؟ دو دسته بودن دیگه، یک گروه یعنی کاملا 50-50 این سو و آن سو، یعنی 0 و 100، یا خب یه گروهی به شدت حمله کردن به همین فساد سیستماتیک که علی خامنه‌ای به شدت بدش میاد که کسی بگه فساد سیستماتیک. یه بارم انتقاد کرده بود، گفت سیستماتیک نیست، یه فساد خیلی کوچیکه، حالا چند میلیارد، چند هزار میلیارد که دیگه ارزش این حرفا نداره، ولی این فساد سیستماتیک در حقیقت خیلی برافروخته بود مردم. یه گروه دیگه خب یه صحبت متفاوتی داشتن که میثم پورجلالی چرا تا زمانی که در ایران بود در مورد این ماجرا صحبت نمی‌کرد، آیا دلیل خاصی داره الان که اومده بیرون؟ خبرگزاری فارس خب مثلا یه بیانیه ای داد، در حقیقت بیانیه طوری از طرف فدراسیون والیبال داد که کسانی که الان نوبت والیبالی ها رسیده که بخوان از کشور خارج بشن و بخوان این مصاحبه رو بکنن. اما خب به هر حال فکتوری که آبایی که چرا تا الان صحبت نمیکرد یه ماجرای، اینکه به هر حال الان در این مقطع زمانی صحبت میکنه، به نظر من بهتر از اینه که مثل بسیاری دیگه از مدیران سکوت پیشه بکنه، باز هم بهتر هستش. ولی خب این اختیار شخصی آدم هاست، من به عنوان یک روزنامه نگار نمیتونم به میثم پورجلالی بگم که چرا تا دیروز صحبت نمیکردی امروز صحبت میکنی. من فقط میتونم این صحبت ها رو انعکاس بدم، برخی از مخاطبین هم زیاد براشون خوشایند نبود. میثم پورجلالی تو این مصاحبه در مورد هدایای زیادی که توی فدراسیون ها رد و بدل می شده زیاد صحبت کرد، به خصوص اینکه فدراسیون ها به مهمانان خارجیشون هدایای به هر حال گرون قیمت زیاد می دادن. یکم بیشتر در مورد این نوع از هدایا توضیح بده.
لیزا جان اگه یادت باشه ما با همدیگه یه گفتگویی داشتیم در مورد مصاحبه که من کرده بودم با شیبا امینی، فوتبالیست دختری که ساکن ایتالیاست و خب به فعال مدنی تبدیل شده و دیگه مربیگری و فوتبال رو تقریبا گذاشته کنار و واسش در اولویت نیست. توی اون مصاحبه ما اتفاقا در مورد همین موضوع صحبت کردیم که خانم امینی گفته بود برخی از رؤسای فدراسیون های بین المللی به ما میگن که ما از مدیران ورزشی جمهوری اسلامی پیشنهادهایی و رشوه های پنهانی میگیریم که گاهی فکر میکنیم این ارقام برای مثلا گیر انداختن ما دوربین مخفیه. صحبت از مبالغ چند میلیون و بالاتر از دلاری بود. به هر حال ما با این موضوع که به مدیران و فدراسیون ها یا کنفدراسیون ها و بین المللی هدایایی داده بشه، اینو از دهه 70 باهاش آشنا هستیم، از زمانی که آقای داریوش مصطفوی رسم کرد که قالیچه می برد هدیه می داد. الان از قالیچه رسیدیم به تندیس های طلایی یا چمدان های پر از طلا و همین پر از اسکناس های دلار و همینطور به حال همونطور که میثم پورجعلی گفتش میگفت صنایع دستی که همش از طلا ساخته شده یا فرش های ابریشم هدیه داده میشه. از همه جالبتر اونجایی بودش که میثم پورجعلی میگفتش خب به حال اینا باید یه جایی ثبت میشد. ایشون مدیر تشریفات فدراسیون والیبال بود آقای میثم پورجعلی و آقای شخص آقای داورزنی بهش میگفته که اینا رو برو خرید کن. میگفت من از یکی از اقوام آقای داورزنی اینا رو خرید میکردم که طلا فروشی داشت در میدان امام حسین تهران و میگفت زمانی که سازمان بازرسی میومد برای بررسی اینا یکی از اون ماموران برادر حاج منصور ارضی بود، مداح نزدیک به علی خامنه ای که بارها سخنرانی های آتشینش رو در مورد همه چیز شنیدیم، که میگفتش که برای ایشون و سایر نماینده های سازمان بازرسی کل کشور هم شخص خود آقای میثم پورجعلی نفری 15 سکه طلا میخریده و میذاشه توی یه ساک ورزشی که توش در حقیقت لباس تیم ملی والیبال بوده و اینو هدیه میداده و اینا همه چیز رو صاف میکردن. در حقیقت شما میتونید رئیس فدراسیون ورزشی جمهوری اسلامی باشین، از چمدان دلار تا سکه های طلا، فرش ابریشم، تندیس های طلاکوب اینا رو هدیه بدین به سفرا و رئیس فدراسیون های بین المللی و در ازای 15 سکه همه چیز پاک بشه. دقیقاً همینطوره. مرسی، خیلی ممنونم از حضور در برنامه. متشکرم و اوقات خوبی داشته باشیم. و خیلی سپاسگزارم از شما برای دیدن این ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا برنامه بعد هر جا هستید مراقب خودتون باشید.